سلام دوستان، من سعید هستم و به کانال یوتیوب من خوش اومدید. تو این کانال ما درباره برنامه نویسی، کد نویسی و انواع الگوریتما با هم دیگه صحبت میکنیم و قرار با هم دیگه کل چیز جدید یاد بگیریم. اگر هنوز سابسکرایب نکردید حتما روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. امروز میخوام یه چالش برنامه‌نویسی جالب رو با شما به اشتراک بگذارم، یک که اسمش الگوریتم مرتب سازی سلکشن سورت هستش. در واقع الگوریتم های مرتب سازی همیشه یکی از مباحث مهم توی برنامه نویسی بودن. امروز میخواییم با الگوریتم مرتب سازی انتخابی یا سلکشن سورت آشنا بشیم و راه حلش رو با زبان جاوا اسکریپت پیاده سازی کنیم. خب آماده اید؟ پس بریم که کداش رو با هم دیگه بنویسیم. ببین، فرض کنید یا آرایه داریم که میخواییم اون رو به ترتیب صعودی مرتب کنیم. هدف ما اینه که کوچکترین عنصر رو پیدا کنیم و اون رو با اولین عنصر جابجا کنیم. بعد کوچکترین عنصر بعدی رو پیدا کنیم و با دومین عنصر جابجا کنیم. این کار رو تا انتها ادامه میدیم تا آرایه‌ای که مد نظرمونه کاملا به صورت صعودی مرتب بشه. خب با هم دیگه بریم با جاوا اسکریپت این الگوریتم رو پیاده سازی کنیم. از طریق VS Code ما یه فایل index.js درست میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن کد هامون. پس ما یه فانکشن باید درست کنیم، فانکشن اسمشو میذاریم selection sort، که این فانکشن همون یه ورودی میگیره به اسم arr که آرایی هستش که میخواییم مرتب کنیم. قبل هر چیزی ما باید این متغیر تعریف کنیم که طول آرایه‌مون رو داخلش ذخیره کنیم. مثلا میذاریم let n مساوی arr dot len، در واقع طول آرایه‌مون. بعد اینکه طول آرایه رو توی متغیر n تعریف کردیم، ما باید یه حلقه درست کنیم که تو تمام عنصرهای آرایه به جز عنصر آخر اجرا بشه. پس ما میگیم فور مثلا let i مساوی 0 تا چه زمانی؟ تا زمانی که i کوچکتر از n منهای 1، یعنی به جز آخرین عنصر، تو بیا i رو پلاس پلاس کن واسه. پس اولین حلقمون اینجوری شروع میشه. خب داخل این حلقه ما باید فرض میکنیم که کوچکترین عنصرمون توی مکان آی قرار داره، یعنی کوچکترین عنصر توی آی، یعنی توی صفر قرار داره و این توی متغیر دیگه ذخیرهش میکنیم. مثلا بگیم مین، اسمش رو داریم مثلا مین ایندیکس. خب مین ایندیکس مساوی آی. پس تو اینجا ما فرض کردیم که کوچکترین عنصرمون توی مکان آی قرار داره. خب بعد اون ما باید یه حلقه دیگه داخل این حلقه درست کنیم واسه پیدا کردن کوچکترین عنصر از آی تا آخر آرایه. پس دوباره ما میگیم فور مثلا let j مساوی آی به اضافه 1، let j مساوی i به اضافه 1 تا چه زمانی؟ تا زمانی که j کوچکتر از n باشه. تو بیا چیکار کن؟ j رو پلاس پلاس کن مثلا. خب بعد اینکه این حلقه رو هم نوشتیم، باید یه شرط بنویسیم که اگه عنصری کوچکتر از عنصر فعلی پیدا شد، اندیس اون رو واسه همون ذخیره کن. به راحتی تمام شرطمون رو ما اینجوری می‌نویسیم، میگیم اگه arr j، اگه arr j کوچکتر از چی بود؟ arr مین ایندیکسی که تو بالا تعریف کردیم، تو بیا چیکار کن؟ مین ایندیکس رو مساوی j قرار بده. خب ما اینجا یه اندازه یادم رفت. خب
ما اینجا گفتیم اگه ARR J کوچکتر از ARR مین ایندکس بود، بیا مین ایندکس رو مساوی J قرار بده. یعنی اگه عنصر کوچکتر از عنصر فعلی پیدا شد، اندیس اون رو بس همون ذخیره کن. خب بعد این ما این فورمون اینجا تموم میشه، بیان داخل تو فور بعدیمون. پس اینجا ما چی میگیم؟ ما باید کوچکترین عنصر رو با عنصر فعلی جابجا کنیم. یعنی در واقع اینجوری یه متعارف تعریف میکنیم به اسم temp، مساویش قرار میدیم با ARR چی؟ مین ایندکس. یعنی در واقع چی؟ کوچکترین عنصر رو توی متغیر temp ذخیره میکنیم. خب بعد اون ما باید عنصر فعلی رو به مکان کوچکترین عنصر منتقل کنیم. چه جوری؟ اینجوری که ما میگیم ARR مین ایندکس مساوی ARR i. ARR مین ایندکس مساوی ARR، یعنی عنصر فعلی رو به مکان کوچکترین عنصر منتقل میکنیم و بعدش کوچکترین عنصر رو به مکان فعلی منتقل میکنیم. چه جوری؟ میگیم ARR i ARR i، یعنی در واقع باید مساویش بدیم با temp، همون temp. خب یعنی کوچکترین عنصر رو ما به مکان فعلی منتقل دادیم. آخر سرم بیرون از همه فورها چیکار میکنیم؟ ریترن میکنیم ARR رو، یعنی ARRمون باید مرتب شده باشه و اینجا ریترنش میکنیم. خب حالا بیا ما یه تست بزنیم ببینیم درست کار میکنه یا نه. یه متعارف تعریف میکنیم، یه ARR در واقع اسمش رو بذاریم همون ARR مساوی چی باشه؟ مثلا یه سری اعداد، مثلا 64 25 12 22 11. خب بعد اون ما میخواییم بگیم که این آرایه رو واسه همون مرتب کن. قبل هر چیزی میگیم کنسول داد لاگ. اینجا ما میزنیم مثلا به صورت فارسی میزنیم آرایه از لی. تو آرایه اصلی ما فقط خود ARR رو چاپ میکنیم، گیم ARR. بعد تابع مرتب سازیمون یا فانکشن سلکشن سورتمون رو اجرا میکنیم و یک کنسول دات لاگ دیگه مینویسیم. همین رو کپی میکنیم، بگیم آرایه مثلا مرتب شده. من کلا با زبون فارسی مشکل دارم. یه لحظه بچه ها با کنیم آرایه مرتب شده. پس اینجا ما میگیم سلکشن سورتمون رو اجرا میکنیم و ARR رو بهش میدیم. ما فانکشنمون رو اجرا میکنیم ببینیم که درست اجرا میشه یا نه. خب آرایه اصلیمون که زده 11 22 12 25 64. خب همونطور که میبینید آرایه مرتب شده کاملا درست کار میکنه، 64 25 22 12 و 11، و فانکشن سلکشن سورتمون داره به درستی کار میکنه. این الگوریتم در واقع با پیچیدگی زمانی OIN2 عمل میکنه که واسه آرایه کوچک مناسب استش، هرچند واسه آرایه بزرگتر الگوریتمای بینیتری مثل کویک سورت یا مش سورت توصیه میشه که در ویدیوهای آینده هم کویک سورت رو انجام میدیم و هم مش سورت رو واسه تون انجام میدیم. خب دوستان امیدوارم این چالش و راه حلش برای شما مفید باشه. نظریات و تجربیات خودتون رو با هم دیگه با من به اشتراک بگذارید. حتما ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. مرسی که همراه من بودید. خدا نگهدارتون.